گروه کاری آید به ناپدید شوی های مجبوری از جانب کمیسیه سازمان ملل متحد تأسیس شده، نخستین بار از تاجیکستان دیدن کرده است. سفر این گروه به تاجیکستان از 1 تا 5 ایول ادامه کرد. این گروه خواستار تعیین مجازات به شخصان شدند که در ناپدید شوی این گونه اشخاص دست دارند. وضعیت باید ایجاد شود که پدیده ناپدید شوی اجباری در مورد تفتیش و تحقیق مانند دیگر جنایت ها، مانند کشتار، آدم ربایی و محروم سازی خودسرانه از آزادی مطابق آنها در نظر گرفته شود. مطابق معلوماتی که ما گرفتیم و یک قطار جانب های منفیت دار که ما ملاقات کردیم، اینجا یک چند پرونده های وجود دارد که شهروندان تاجیکستان اساسا مخالفان سیاسی هستند که در خارجه قرار دارند و به طور زوری به تاجیکستان آورده شدند. در بعضی حالت ها این شخصان در بازداشتگاه های تاجیکستان پس از یک دوره کوتاه ناپدیدشوی ظاهر شدند. هنوز باز هم موارد هایی هستند که جای بود و باش آنها نامعلوم باقی میماند. در آستانه سفر این گروه فعالان حقوق بشر گفتند که شروع از سال 2005 زمانی در مسکو ناپدید و در بازداشتگاه تاجیکستان پیدا شدن رهبر وقت حزب دموکرات محمد روزی اسکندروف از 9 تا 15 حادثه ناپدیدشوی غیر اختیاری شهروندان را ثبت کردند. مطرح شدن موضوع ناپدید شده ها در حال است که مقامات در تاجیکستان هیچگاه تصدیق نکردند که تجربه ناپدیدشوی های مجبوری و غیر اختیاری وجود دارد. گروه کاری سازمان ملل متحد آید به ناپدیدشوی های مجبوری میگوید با یک بازدید مختصر به زندان وحدت هم وارد شد که ماه می سال جاری در آن آشوب سر زده بود. مقامات تاجیک گفتند که در بی‌ترتیبی های شب 19 می در زندان وحدت 3 زندانبان و 29 زندانی کشته شدند، ولی در اظهارات کارشناسان سازمان ملل متحد شماره قربانی ها در مجموع 33 نفر از جمله 3 زندانبان، 3 زندانی حملگر و 27 زندانی یاد شده است. کارشناسان سازمان ملل متحد به تحقیق دقیق و همه جانبه این حادثه دعوت کردند.